آن چه گذشت. تو شب قبل اینکه ما داخل اینجا رو درست بکنیم با بنیامین ما رفتیم کلی زنبور رو پرورش دادیم. چقدرم سری پر شدن. عقب پر بودن. اینم از یه سازه دیگه که ما داخل هاردکور ساختیم. درود فراوان به بچه های ماینکرافت فارسی. به قسمتی هاردکور خوش آمدید. سلام. خب دوستان، امروز اومدیم داخل پاسارگاد و میخواییم یه دونه پوشن روم درست بکنیم، ولی یه پوشن روم ساده، ولی در آینده قرار داخلش رو اتوماتیک کنیم. پس قبل اینکه بریم این پوشن سازی رو بسازیم، یادتون نره که بزرگترین حمایت شما از من اینه که ویدیوهای منو لایک کنید. عاشقتونم. برو بریم. خب دوستان، این نکترم بگم که ما تو هر قسمت هاردکور سعی میکنیم چند تا از کامنت های شما رو بخونیم و جواب بدیم. اگه دوست داری تو قسمت بعدی به کامنت جواب بدیم، هر نظری و پیشنهاداتی که داری و تو کامنت ها بنویس، ما سعی میکنیم تو قسمت بعدی هاردکور بهش جواب بدیم. بریم اولین کامنت رو بخونیم. داداش اسمت یه جوریه که ازت نمیتونم بخونم، برای همین پسفند اسمتو میخونم. اسمش کرفته. نوشته خیلی خوب شد. یه سوال، اون درخت خیلی بزرگ اسپروس باید چند در چند سبلینگ بذاری؟ برای فارم چیزمون بن، فارم چوب بنگی داریم. بن زدی ترکوندیش که آی تازه کندم، دستت تازه پره. خب نگاه کن، یه چهارتا میذاری با 1 2 3 4 5 6 7 8، یه 4 در 8، ولی این چهارتاش نباید چیز بشه، یعنی 4 در 12، 4 در چند، هر چقدر دوست داری این 4 باید باشه، وگرنه بزرگ نمیشه، چون 4 تا 4 تایی بزرگ میشه دیگه. برای همین اگه 5 تا باشه یه دونه خرابش میکنه. زوفیا گفته زیر این برگ هایی که گذاشتی دور آرامگاه نور بذار. تو این قسمت ما قراره اینجاها رو هم نور بذاریم، حالا میریم جلوتر این کارا رو هم انجام میدیم. مهدی محمد وردی گفته واقعا عالی بود، فقط چرا دیگه از شیدر استفاده نمی‌کنید؟ بازی با اون خوشگل میشه. واقعیتش اینه که دوستان ما اینجا میتونیم شیدر بزنیم، یعنی اوکیه، بازیمون زیاد کند و لگ و اینا نداره، ولی وقتی میریم اونجا بنیامین، خب وقتی میریم اونجایی که کلی چست و هاپر و اینا داریم، بازیمون یعنی کامپیوتر میخواد آتیش بگیره. یه جوریه که کامپیوتر داره پرواز میکنه. دقیقا. پس احتمال اینکه کامپیوتر ما آتیش بگیره زیاده. دوستان FPS اونجا نمیدونم، من قبلا هم اوکی بود، ولی چون سازامون اونجا خیلی شده دیگه کن میشه دیگه. ما هم دوست نداریم کن باشه دیگه. همیشه یه پروپلیر FPS بالا رو به گرافیک ترجیح میده. البته من پروپلیر نیستم، من نومم. آره. اینو برای اونایی گفتم که خودشونو پروپلیر میدونن، قانونا اینجوریه. کیفیت مهم نی، کمیت مهمه. نمیدونم چی گفتم ولی دمم گرم. آره دیگه، شیدر برای همین نمیزنیم چون بازی کند میشه. خب وسایل مورد نیاز، ما کلی وسایل مورد نیاز برای زیباسازی میخوایم. اوه راستی دوستان، این نخا رو ما نمیتونیم تبدیلشون بکنیم به اون چیزا، اونا که تار عنکبوت به دیوار و اینا وصله. من هر کاری کردم نتونستم درست بکنم. آیا بنیامین اینا رو نمیشه درست کرد؟ نمیشه درست کرد، ولی با شمشیر سیلتاچ فکر کنم یا با اون قیچی ها فکر کنم میشه کندشون. آها، یعنی نمیشه درست که، حتما ما به دستشون بیاریم. حالا بچه چرا بنیامین تو بازی نیستش؟ مثل همیشه ما اون یکی دستگاهمون دستمون نی، یعنی لپتاپمون، برای همین تو این قسمت بنیامینی. ولی قسمت بعدی که قراره یه کار بزرگ انجام بدیم برای پیدا کردن دایموند، بلو نده، برای پیدا کردن دایموند بنیامین هستش. قراره یه کار خیلی بزرگ انجام بدیم. از اینا 4 تا درست باید بکنیم، درسته بن؟ 1 2 3 4 تا. کلی هم چوب اسپروس داریم که برای زیباسازی و ترپدور و اینا رو ما داخل آرامگاه با کرافتینگ تیبل تبدیل میکنیم. خب بن دیگه چیا میخواد؟ از این آبم اونجا پره. از این چیزا هم که از گلوبری، اینجا داریم گلوبری ها، هم باید یه جوری از سقف آویزونش بکنم که زیاد بلند نشه. قیچی هم وردار. آره قیچی هم ور میداریم. اینجا بنیامین اون موقعی که رفته بودیم اوش مانیومنت، یا خدا میمیری. اون موقعی که رفته بودیم اوش مانیومنت، اینجا بنیامین گرفته بود، کجا گذاشته بودی؟ اینجا نه 15 میتونی الان هم درست کنی. 18 و 34 پریزمارین هم داریم که.
خب 15 تا برمیداریم که 4 5 6 7 8 تا میذاریم دوره آرامگاه، 4 تا هم تو استفاده میکنیم. یا هنا رو میذاریم که شاید اونجا یه چی درست کردیم، یعنی هم کرافتین تیبل میذاریم. حالا باید اون دستگاه پوشن سازی رو درست بکنیم. حالا چه جوری؟ فکر کنم باید بلیز برداریم، یه دونه بلیز هم. ماشاءالله اینجا انقدر دوستان FPSمون میاد پایین. بچه ها تو کامنت ها بگید ببینم، الان من اینجا دستگاه من اونقدر ضعیف نیست، ولی اینجا که میام خیلی کنده. راه حلی چیزی ندارید برای ما؟ ببین واقعا من دارم دیوونه میشم. من میدونم راه حلش اینه که نوبه سگا نباید بیان اینجا، من میام اینجا برای من کنی. آها دقیقا. بچه ها به نظرتون چستار تعدادش ما دست هاپرا گفتین، همه تو کامنت ها گفتین چرا انقدر هاپر استفاده کردی، هاپرا رو بردار چست بذار. الان چست گذاشیم دوستان کنتر شده. یعنی هاپرا بود انقدر کن نبود. حالا داستان اینه که من میگم یه سری این چستا رو خراب بکنیم، یعنی اینجا چند تا ستونا رو برداریم. واقعا تعداد چستا زیاد، مثلا این ردیف اصلا خالیه. اینا رو هم درست بکنیم. چند تا بن درست بکنم؟ 10 تا. حالا درست 10 تا بیرون داریم، 3 تا 4 5 تا درست بکنم. دوستان این چیزایی که شبیه چسته ولی چست نی، ولی توش بره. میشه برل. حالا چجوری میشه درست کرد؟ فکر کنم با استفاده از چوبه بلاک. خب بنیامین باز مثل همیشه نو استگ درست گفتم ولی بلاکم میخواد، بلاکم میخواد. خب به نظر چند تا درست بکنیم؟ 60 70 تا خوبه. ببین یه سوال، اگه این بخش سرچو نداشت یعنی من یه قایقم نمیتونم درست بکنم، واقعا دارم میگم میشد یه دونه همش. بریم که ببینیم چیا دیگه لازم داریم، ولی اولش دور تا دور این پاسارگاد و آرامگاه کوروشی کبیر رو خوشگلش بکنیم. نه اینکه همه رو بذاریم، یه نه این گوشه، یه دونه وسط در وسط اینجا، یه نه هم دور اون گوشه، یه نه وسط در وسط، یه نه اون گوشه. اینجوری نور پردازیش خیلی عالی در میاد. الان چیکار کنم؟ زیر این بوته یا اینجا؟ بذار فکر کنم اسم این بلاک چی بود. اینا؟ نه بوته اینا اندستون. آره. زیر اندستون رو بکن، زیرش دید. اینجا بذارم به جای این. آره یعنی اینو میکنیم یه دونه میذاریم اینجا. حالا اینم درش رو پیدا میکنیم، دقیقا میشه اینجا. اینو میکنیم یه دونه میذاریم اینجا، اینم میکنیم. آه با شمشیر نمیشه، با شمشیر نمیشه. کجا میدونی اینجا بود؟ به اینجا وسط در وسط نداره متاسفانه، ولی من دقیق چون خیلی مغزم بزرگه وقتی وسط میتونم وسط نداره میتونم متوجه بشم که اینجا وسط در وسطشه. خب حالا خوب. اینجا وسط در وسطش میشه دقیقا این بلاک. میبینی چون من خیلی حرفه‌ام، اینا رو من دارم بهت میگم کجا بذاری. بله و چرا صدات نمیاد؟ چون نمیبینه دارم انگوشش میبینم. آها مثلا اینجاست. الان کجا رو میگی؟ وسط دقیق همین. دقیقا همین. آره دیدی؟ آره خوبه. این که اعتراف میکنی نوستگی دوست دارم، البته اعتراف نکردی من چون خیلی حرفه‌ای هم متوجه میشم. آره الان بگو این چند دست گم شد. آها رفتم. رفتم اینونتوری. خوب دوستان بذار بریم. خوب دوستان چیه آخه من نمیدونم الان وسط اینجا. آها بچه ها قراره این تو درستش بکنم، یه جای خیلی خوشگل و گوگولی، ولی در آینده این پایین خب یه جای سری و خیلی خفن، اون پایین رو میخوایم یه جای اوتوماتیک درست کنیم با بن. از اینایی که مثلا میگیم گل بهش میدیم، فلان بهش میدیم، آب میدیم، بطری میدیم، این پوشن رو به ما بده، بهش گل میدی. بله حالا واسه مثال من اون وسیله هاشو بهم بلد نیست. خب دوستان برای اینکه ویدیو طولانی نشه اینجا رو درست بکنیم، میریم رو حالت تایم لپس. پس برو بریم. We'll be right back.
خب بچه ها اینم از اینجا، فقط یه خورده ساده و یه جورایی مثلا یه چیزایی کم داره. چه چیزایی بین کم داره گفتی؟ تابلو. تابلوه زیباسازی. باید وایسیم دوستان شب بشه ببینیم نورپردازی اینجا هم چجوری شد. الان اینجا یه خورده مثلا ساده و لخته، ببینین الان چه اتفاقی میافته. خب من میخوام یه تابلو این ور بخوره، یه تابلو این ور. خب خراب شد. گنجدی اینجا میکشم یه اینجا. بابا اون ور بزن. خیلی هم عالی، فقط از این حال نکردم، تره زیاد خوشگل نی. میفهمی چیه هستن؟ آره این اسکلت اینو دوست دارم. اینم که یه شاعر قرنه، این همون نشسته هم به در نگاه. یه دونه گنده اینجا میزنیم ببین اصلا جنگیه. یه دونه هم اینجا. اوه شیت این خیلی گنده است. اینجا این تکراریه. بابا چرا انقدر گنده میدی؟ آه بایست. اوه شیت این خوشگله. خب حالا این ور دوباره همون شد. نمیخوام تکراری نده. میگم تکراری نده. تکراری نده. آقا شاید باید این بر بزنی. ویدره. یه دونم اینجا. یه دونم اینجا. دیگه نایمدیم موزه که دکس ببینیم. خوبه. بچه ها یه چیز جالب تو کامنت ها بگید ببینم این پویسر من دقیقا شبیه چی شده. هر کی تو کامنت ها زودتر بتونه بگه پین میشه. بنتو میدونی چیه؟ من بهش نگو. جایزه میدم. فکر کنم میخوای بگی این پویسر من چیه. میخوام اینم کدومتون متوجه شدید که دقیقا پویسر من چه شکلی شده. خب مثل اینکه الان خوشگل شد تازه. دوستان این گلوبری هم که آویزونه رو ما باید با قیچی بزنیم مثل اینکه بزرگ نشه دوره روش نکنه. یا اگه هم روش کرد کوتاهشون کنیم دیگه. الان چیز نداده که نور پردازیش اوکی بشه. نه با بونمیل باید بزنیم. نه خودش هم روش میکنه. با بونمیل بزنیم چه تر. خب دوستان اینم از یه جایی که ما تونستیم درست بکنیم که پوشن درست بکنیم. ولی دوستان اینجا جایی که پوشن درست نمی کنیم. در واقع یه جایی که الکیه. نامری. آره واقعیت این زیره. اینویزیبل. آره چی؟ نه. چی گفتی؟ اینویزیبل. همین که میگه این زیر رو ما میکنیم میریم پایین، اون پایین یه کارخونه پوشن سازی داریم. خوب دوستان امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه طرفدار بازی مانکرافت هستین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. عاشقتونم. این اینستاگرام منم فالو کنید که اونجا واسهتون کلی استوری و پستم میذارم. تلگرام منم سابسکرایب کنید که واسهتون پروکسی و وی پی ام میذارم که راحت بتونید ویدیوها رو تماشا کنید. عاشقتونم. به امید آزادی تا یه ویدیو من کرافتی دیگه. خدافظ. بدرود.